شما همراهان خوب مردم خبر، صبح شما به خیر باشه. خوش آمدین به بخش خبری ساعت 9. همین اول خبرهامون میخوام ببرمتون مکه، تو اون حال و هوای کنار خونه خدا قرار بگیرید با یک گزارش مردم خبری از خبرنگار مردم خبر. سلام به شبکه مردمی مردم خبر. اینجا کعبه است، اینجا قبلگاه تمام عاشقان دنیاست، اینجا مکه است، اینجا قرار دلهای بیقراره، اینجا کعبه است، جای همه هموطنای عزیزمون. در این مکان مقدس واقعا خالیه. انشاءالله تا 3 روز آینده راهی منا میشیم. حال همه زائرین ایرانی الحمدلله خوبه. گزارشگر مردمی شبکه مردم خبر کعبه. تشکر میکنیم از خانم شاهوردی به گزارش خوب و عالیشون، التماس دعا داریم ازشون. بریم سراغ خبر بعدیمون. وقتی آذری جهرومی با یک کامنت یک مخاطب مهمون خونش میشه. خب آذری جهرومی توی پست اینستاگرامش می‌نویسه که به گناباد اومده و خب استقبال میکنن ازش، به طوری که حتی یکی از همین شهروندای گنابادی زیل پست ایشون می‌نویسه که ای کاش میمدی خونمون واسه ظهر یه آبدخیاری چیزی میخوردیم. وزیر ارتباطات از این پیشنهاد استقبال میکنه. کلی واکنش به وجود میاد توی فضای اینستاگرام از کاربرها. فکر نمیکنن که بره و به حرفش عمل کنه. تا اینکه در پست اینستاگرام خودش همین شهروند مینویسه، میگه که تصورش هم نمیکردم که وزیر ارتباطات توجه کنه. میگه که یه وقتایی یه اتفاقایی میفته که باورت نمیشه. توی یک بعد از ظهر معمولی با یه کامنت دلبرانه وزیر ارتباطات میاد خونمون و مهمونمون میشه، اونم به صرف آبدوغ خیار. خب خیلی هم کلی هم تعریف تمجید کرده با از معرفت و خاکی بودن وزیر جوان ارتباطات و اینکه خلاصه شوکه شده بوده دیگه، باورش نمیشده که این اتفاق بیفته و خیلی هم صمیمانه و خیلی هم خاکی واقعا بیریا قشنگ نشستن و همه واقعا آبدو خیارم خوردن. بسیار خب بریم سراغ توییت ها. یه توییت براتون آوردم، توییت انتقادی از محسن هاشمی هستش. از صدا و سیما انتقاد کرده به خاطر تخریب ظریف. گفته گاندو تمساح خاصیه که در سد پیشین در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه و در روستاهای فاقد سیستم آب لوله کشی کودکانی رو که برای برداشت آب از برکه ها میرند قربانی گاندو میشن. مناسب بود صدا و سیما به جای ساخت گاندو در تخریب ظریف سریالی در مورد محرومیت در سیستان بلوچستان میساخت. خب سیستان بلوچستان یه قطعه از ایران زمین هستش که با وجود قهر طبیعت افتخار میکنن به ایرانی بودن و این ملیت ایرانی بودنشون. همین 10 مرداد ماه هم بود که فرمانده کل سپاه حضور پیدا کردن اونجا، افتتاح کردن بیش از 2500 طرح محرومیت زدایی رو برای سیستان بلوچستانی ها. انشالله که این اتفاقات میفته و این کلانی محرومیت ها از بین میره، چون مسئولینمون واقف هستند و دارن پیگیری میکنن انشالله. بریم سراغ خبر پایانیمون. فکر میکنید که مدت زمان انتظار برای خرید مسکن چقدر باشه؟ بشنویم از زبان موسوی نماینده مجلس. شاخص دسترسی به مسکن، یعنی یک فردی درآمد خودش رو در واقع پسنداز بکنه به آرزوی خرید یک مسکن مناسب، این یه آماری هست که میگه خب یک فرد بعد چند سال میتونه به خونه دسترسی داشته باشه. سال 71 دهه 70 این در حدود 6 سال بود، الان رسیده به 17 سال. یعنی شما اگر به هر حال طول دوره در واقع صاحب ملکی که 1/3 درآمد رو میگن که پسنداز بکنیم، این میرسه به بیش از 50 سال الان، یعنی امروز که در خدمت شما هستیم. یعنی ما اگه از من اگه از امروز 1/3 درآمدم کشور ما 1/3 نو آماری که در واقع بررسی شده این وضعیت کشور ما هست. 50 سال دیگه میتونم خونه بخرم اگه قیمت 50 سال دیگه اینه. 1/3 پس انداز بکنید و دیگه این 50 سال این جهش های تورمی در بازار مسکن رو نداشته باشیم، ثبات فعلی رو داشته باشیم، حدود 50 ساله. خب دیگه خودش واقعا جای تعامل داره دیگه. فکر میکنین که 20 سالتون باشه تصمیم بگیرین که خونه دار بشین، من فکر میکنم دیگه عمرمون دیگه کفاف نده که بخوایم ذوقشو ببریم و
خونه دار بشیم. برای همین هشتگ صاحب خانه خوبم راه افتاده، برای اینکه خب بالاخره مالکین محترم یک خورده یک ذره کوچکی هم به فکر مستاجران عزیز باشند و این قیمت اجاره بها و رهن ها رو پایین بیارن تا بتونن بالاخره یک آسایش و آرامش خاصی بالاخره تو این شرایط فراهم بشه. سپاس از همراهی شما خوبان با این بخش خبری. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.